امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. من هم سالی هستم و به همه شما همراهان درود میفرستم. خوشحالیم با یک برنامه دیگه برای نویمانان عزیز به دیدنتون اومدیم. در برنامه امشب موضوع هفته قبل با عنوان شرایط توبه ادامه میدیم. برای یک مسیحی واقعی اولین قدم پس از ایمان آوردن به عیسی مسیح توبه کردن از گناهان گذشته است. در هفته گذشته توبه رو تعریف کردیم و به علل اهمیت توبه پرداختیم و طبق کتاب مقدس گفتیم که مفهوم توبه واقعی چیست. در برنامه امشب با همکاری مهمان برنامه آقای کوروش جهانشاهی از نتایج توبه واقعی خواهیم گفت. اگر احساس نیاز به بخشیده شدن از گناهان گذشته رو دارید، برنامه امشب برای شماست. به نظر شما چطور خداوند چطور ما رو میبخشه و ما اثرات این بخشش رو چگونه در زندگیمون میبینیم؟ با ما تماس بگیرید و از تجربیات و شهادت‌های زندگیتون برامون بگید. راه‌های ارتباطی ما رو هم که میدونید، فیسبوک، ایمیل و اس‌ام‌اس. تلفن‌های همراه با شما از نیم ساعت دوم برنامه باز خواهند بود و میتونیم با ما تماس بگیرید. منتظر شما عزیزان هستیم. همراه با شما و پاسخگوی سوالات شما. خب دوستان عزیز بیننده، خیلی خوشحال هستیم که یک چهارشنبه شب دیگه در خدمتتون هستیم با برنامه دیگه برای نو ایمانان عزیز. اما اگر شما هم ایماندار نیستید و علاقه دارید که از سخنان خداوند بشنوید و حتی از ایمان مسیحی، چرا که نه، میتونید پای این برنامه بشینید و بیشتر از مسیحیت و از خداوندمون بدونید. خب امشب هم در خدمت کوروش عزیز هستیم با موضوع توبه. من عرض سلام دارم خدمت شما آقای جهانشاهی و خوشحالم که یک بار دیگه میبینم اتون. به همچنین منم عرض سلام و ادب دارم به شما سالی عزیز، تمام دستندرکاران برنامه و به خصوص به تمام بینندگان عزیز که در اقصی نقاط جهان الان مشغول دیدن برنامه ما هستن. بله. خب کوروش جان، هفته گذشته در رابطه با توبه صحبت کردیم، گزینه‌هایی رو ذکر کردین. اول از هر چیز فکر می‌کنم راجع به توبه، معنای توبه صحبت کردین و یه چند گزینه دیگه که من دوست دارم شما خودتون خلاصه از این صحبت‌های هفته گذشته رو داشته باشیم. ما هفته پیش خدمت بینندگان گفتیم که بعد از اینکه شما میپذیرین که گناهکار هستین، اولین و مهمترین قدمی که باید انجام بدین اینه که از این گناه ها بازگشت کنین. یعنی هر کاری رو که گناه آلود بود و در گذشته انجام میدادین، بعد از توبه باید تصمیم جدی بگیرین که اون رو دیگه انجام ندین. اگر مرحله رسیدن انسان به خدا رو مثل یک پله فرض بکنیم، اولین و شاید مهمترین قدم برای رسیدن به خدا توبه هستش. همونطور که گفتیم، تا وقتی که این مانع گناه بین انسان و خدا وجود داشته باشه، خواه‌ناخواه ارتباطی هم وجود نخواهد داشت و به هیچ عنوان انسان گناهکار که مسئله بخشش گناهانش حل نشده باشه نمیتونه با خدا ارتباط دو طرفه و زنده‌ای داشته باشه. ما در مسیحیت به خاطر وجود شخص عیسی مسیح و اینکه عیسی مسیح در اصل بره بیگناه خدا بود که فدیه گناه‌های ما شد، وقتی که در نام عیسی مسیح از گناه‌های خودمون توبه می‌کنیم و عیسی مسیح رو به زندگی خودمون راه می‌دیم، در اصل مسئله گناه و عدم ارتباط بین انسان و خدا رو حل می‌کنیم و وارد یک رابطه جدید با خدا می‌شیم. برای همینه که در مسیحیت ما خدا رو دیگه با القاب قلمبه سلمبه صدا نمی‌کنیم، بلکه خدا رو پدر می‌نامیم، چون ما به واسطه شخص عیسی مسیح که پسر خدا و فرزند خدا بود وارد یک رابطه فرزند خوندگی با خدا میشیم. پس به همین دلیل بود که ما در مسیحیت میگفتیم که توبه وجود داره و مسئله توبه به صورت حقیقی و واقعی هست به خاطر شخص عیسی مسیح. ما در جلسه گذشته گفتیم که انسان وقتی که وارد این مرحله میشه به چه دلایلی توبه میکنه که
چند مورد رو خدمتتون گفتم که من فهرستوار یک بار دیگه میگم. مفاهیم توبه واقعی عبارت بود از توبه عمیق زمانی شروع میشه که شخص گناهکار گناه رو با تمام زشتی و قباحتش میبینه. رومیان 7:18-20 و اول یوحنا 1:8-9. من اینا رو خدمتتون فهرستوار میگم با آیاتش. امیدوارم که وقت داشته باشین و آیات رو در منزل مطالعه بکنین. در توبه واقعی توبه کار از گناهان خود متنفر میشه. تا این تنفر وجود نداشته باشه انسان نمیتونه توبه بکنه. ایوب 42:5-6 و لوقا 5:8. سوم، در توبه واقعی این توبه همراه با یک غم از اون کاری هستش که انسان انجام داده و در اصل دل خدا رو شکونده. ما در مسیحیت میدونیم که تمام شادی و خوشی هست به خاطر شخص عیسی مسیح، ولی انسان وقتی که به یاد میاره که چطور دل مهربون ترین کسی رو که در اصل خالقش هست شکونده، نمیتونه از این کارهایی که در گذشته کرده خوشحال باشه، بلکه پشیمون و ناراحت هست. اعمال 2:37 و دوم قرنتیان 7:10 هستش. و چهارم، در توبه واقعی توبه‌کار خود را به طور جدی در برابر غضب خدا می‌بینه. این چیزی که هفته پیش خیلی بهش تاکید کردیم. ما در عهد جدید خیلی به محبت خدا تاکید داریم، ولی خدای ما در عین محبت خدایی هستش که در مقابل گناه خیلی غضبناک میشه. و در مورد پنجم، در توبه واقعی شخص گناهکار خودش رو در برابر خدای مصلوب شده، خدایی که به خاطر گناهانش رفته روی صلیب، میبینه و در اصل با گناهایی که انجام میده انگار این میخا رو دوباره در دستای عیسی مسیح میکنه، که اعمال 2:36-3:15 مربوط به این بخش هستش. و نهایتاً اومدیم گفتیم که در توبه واقعی شخص گناهکار سعی میکنه که گناهان خودش رو نزد خدا و در صورت لزوم نزد دیگران هم اعتراف بکنه. اول یوحنا 1:9 و یعقوب 5:16. این خلاصه مطالبی بود که ما هفته پیش گفتیم. ممنون و تشکر پروش جان. اما شما دوستان عزیز، همونطور که میدونید برنامه زنده است و میتونید با ما در تماس باشید و دانیال عزیز هم اینجا هستن، میتونن اسمس های شما رو داشته باشن، سوالاتتون رو از طریق ایمیل و همچنین از طریق تلفن های برنامه میتونید با ما در تماس باشید و سوالاتتون و نظراتتون رو در رابطه با موضوع برنامه خوشحال میشیم که با ما در میون بگذارید. اما کوروش جان، گفتی که گناه مانع این هست که من به خداوند نزدیک بشم. بله. و یکی از بزرگترین موانع همین هست، گناه، تنها مانع. و ما از طرف دیگه گفته شد که از طریق توبه میشه، توبه از اون گناه میشه به خداوند نزدیک شد و به درگاه خداوند. اما هفته گذشته تا حدودی صحبت کردیم که موانعی هم وجود داره برای شخصی که حالا تصمیم داره توبه بکنه، ولی بالاخره یه سری مسائل هست، یک سری موانع هست که شاید اون رو به طرف توبه نکشونه. بله. ولی چون وقت یاری نکرد، نشد راجع به اونها صحبت کنیم. دوست دارم که راجع به اون موانع هم صحبت حتما. کنیم. مرسی سالی جان، این سوال خیلی مهمیه، چون خیلی از افراد به قول شبان ما توی کلیسا گاهی اوقات میگه اینو، میگه خیلی از کسایی رو که ما فکر میکنیم در ملکوت خواهیم دید نخواهیم دید، و خیلی کسایی رو که اصلا فکر نمیکنیم ببینیم اونجا خواهیم دید. به خاطر همین مسئله عواملی که عدم توبه انسان رو باعث میشه. ما همونطور که بهت گفتیم، مایی که در نام عیسی مسیح توبه کردیم لازمه که مرتب گناهای خودم رو به حضور خدا بیاریم. و من گفتم بهترین کاری که ما قبل از خواب، شبها وقتی که در آرامش منتظر اومدن خواب به چشمامون هستیم، چقدر خوبه که مروری داشته باشیم بر کارهای روز گذشتمون و توبهمون رو انجام بدیم. ولی چیزهایی در ما وجود داره که خیلی وقتا مانع اون میشه. بنظرم اولی مانع غرور انسان هستش. ما میدونیم که یکی از بزرگترین گناهان بشر و یکی از ریشه های اصلی گناه بشر غرور و تکبر هستش، که این از جایی که آدم و حوا اولین گناه رو کردن یکی از عواملی شد که این گناه رو انجام بدن.
خیلی وقتا ما به خاطر اون غرور و کبری که داریم ممکن از بعضی از گناهان توبه نکنیم، اصلا رو نپذیریم که گناهه. ممکن کسی بگه خب من مثلا فلان کار رو انجام دادم، این کار من گناه نبود. تک تک ما ممکن این مشکل رو داشته باشیم، دل کسی رو میشکنیم بگیم نه من نشکندم، یا مثلا چه میدونم کسی رو آزار میدیم بگیم نه من این کار رو انجام ندادم. خیلی وقتا این انکار اشتباهی که کردیم، و مخصوصا وقتی که ما خودمون میدونیم که اشتباه کردیم و اعتراف نمی‌کنیم، همه مسئله غرور هستش. غرور یکی از بزرگترین موانع توبه و آمرزش گناهان هست. همونطور که گفتم وقتی که ما توبه میکنیم برای خدا، خدا میدونه که ما گناه کردیم و با جزئیات این گناه های ما رو خبر داره. مهم اینه که ما خودمون رو فروتن بکنیم و به حضور خدا بریم و اعتراف بکنیم که گناه کردیم. پس نقطه مقابلش میشه اگر نریم به حضور خدا، خیلی وقتا این عدم رفتن غرور و تکبر درونی ما هستش. دومی مانعی که میتونم من بهش بگم اینه که انسان ذاتاً متمایل به گناهه. یعنی تمایل درونی ما و قلبی ما به سمت گناهکار بودن هست. چرا که ما این گناه رو به صورت ارثی از اجداد خودمون مثل صفات ژنتیکی به ارث میبریم. ما همونطور که گفتم خدمتتون، در الهیات مسیح ما اعتقاد نداریم که یک بچه پاک به دنیا میاد، بلکه بچه گناه رو به صورت بالقوه درش وجود داره، ولی ممکنه که زمان ببره تا توانایی این رو پیدا کنه که این بالقوه بودن رو به بالفعل برسونه. بنابراین انسان ذاتاً گناهکار و متمایل به گناه هست. وقتی که ما میخواییم از این گناه توبه بکنیم، در اصل انگار خلاف رودخونه غرایزمون میخواییم شنا کنیم. خب به طبع این کار سختی هست. خیلی وقتا گناه های ما انقدر در ما تمایل و عادت به وجود میارن که حتی از یه گناه ساده مثلا سیگار کشیدن ما ممکنه که نتونیم ترک بکنیم و نتونیم رو گناه اون رو اعتراف بکنیم و توبه بکنیم. همینطور عادت های خیلی زیاد، شاید به تعداد موهای سرمون به قول معروف عادت های ناپسند در ما وجود داره که تک تکشون برای ما تمایلاتی به وجود میارن که توبه از اونها سخت هستش. خیلی وقتا ما به خاطر منفعت طلبی مونه که نمیخوایم توبه بکنیم. ببین گناه در هر صورت برای ما یک منفعتی داره. حالا این منفعت میتونه به صورت جسمی باشه، میتونه به صورت روحی باشه، میتونه به صورت فیزیکی باشه. هر چیزی که درونمون وجود داره ممکنه که باعث بشه که این گناه برای ما منفعت به وجود بیاره. یه وقتی ما ممکنه به خاطر کارمون مجبور شیم دروغ بگیم، برای ما منفعت مالی داره. و میدونم که این رو میتونیم مثالای زیادی بیاریم. خیلی وقتا ما نمیتونیم از این منفعت بگذریم. این منفعت انقدر برای ما بزرگ و زیاد هستش که حاضر نیستیم ازش چشم پوشی بکنیم و توبه بکنیم و از اون در اصل چشم پوشی بکنیم. پس منفعت طلبی هم یکی دیگه از این عوامل هست. آخرین چیزی که یعنی دو مورد دیگه هست، یک مورد دیگه هم ترس هستش سالی جان. خیلی وقتا ما میترسیم وارد عرصه های جدیدی از زندگی بشیم که بخشای از گناه رو با خودش همراه نداشته باشه. ما وقتی که از گناهمون توبه میکنیم، یعنی بخشی از وجود خودمون رو میخوایم ترک بکنیم و این در ما یک ترس به وجود میاد، ترس از ناشناخته. حالا من مثلا بدون سیگار، بدون رابطه جنسی، بدون نمیدونم دروغ و دنبل برای کارم چیکار کنم؟ اگر من دروغ نگم سر کارم ممکنه بی پول بشم، بی بضاعت بشم. و ترس های مختلفی که از چیزهای مختلف در زندگی ما ممکنه عدم توبه رو به ارمغان بیاره. و آخرین چیزی که من به ذهنم رسید، عدم فرمانبرداریه. انسان ذاتاً، ببخش من این کلمه رو به کار میبرم، ولی این کلمه ذاتاً بد نیستش، انسان ذاتاً چموش هستش، یعنی نمیخواد فرمانبردار باشه. ما همیشه میخوایم که یاغی باشیم، میخوایم طغیان بکنیم و بزرگترین کسی رو که در حقش طغیان میکنیم خدا هستش. شما اگه در کتاب مقدس نگاه بکنین، شاید بهترین نمونه این یاغی بودن شاول هست، یعنی اولین پادشاه قوم بنی اسرائیل. کتاب اول سموئیل رو شما اگه بخونین به وضوح میبینین که خدا این فرد رو برگزید و اولین پادشاه قوم بنی اسرائیل کرد، ولی به خاطر عدم فرمانبرداری نهایتا خدا پادشاهی رو از اون گرفت و به داوود منتقل کرد. پس ببین خیلی وقتا ما هم همینطور هستیم، نمیخوایم از خدا فرمانبرداری کنیم. خدا گفته این کارو نکن، تا کی آخه من با آقا بالا سر میخوام؟ نمیخوام دیگه خدا به من آقا بالا سرم باشه و سعی میکنم طغیان بکنم، شورش بکنم و این باعث عدم فرمانبرداری برای توبه من میشه. یه چند تا مورد هم توی ذهن من اومد. بگو حتما.
مخصوصا واسه ایمانداران مسیحی. بله. من فکر میکنم یه وقتایی فکر میکنیم که من یک بار توبه کردم و یک بار از مسیح خواستم و مسیح تمام گناهان من رو بخشید، دیگه لازم نیست که بخوام توبه کنم. این یکی از چیزایی هستش که من فکر میکنم حربه شریره. یعنی ما در کلام خدا میبینیم که ببین یک مسیحی ذاتاً مقدس نمیشه بعد از توبه. این رو خوبه به یاد داشته باشیم. ما مقدس محسوب میشیم ولی همچنان ممکنه که گناه بکنیم. یک مسیحی نباید در گناه زندگی کنه، اینو به وضوح میگم. یعنی خودخواسته با نقشه قبلی نباید یک گناه رو مرتب تکرار کنه، ولی از اون طرف یک مسیحی ممکنه گناهانی ازش سر بزنه. ما خیلی وقتا ممکنه خشمگین بشیم، خیلی وقتا ممکنه که اون خشم درونیمون باعث غرورمون بشه و غیره. ما مسیحی ها باید یادمون باشه که بعد از هر گناهی وقتی که به حضور خدا میایم در نام عیسی مسیح ازش میخوایم که ما رو ببخشه، خدا در اون صورتی که میبخشه. پس اعتراف گناه بعد از انجام گناه واقعا واجب و لازم هستش. ما اینطوری نیستش که بگیم من لحظه تولد تازم 13 سال پیش توبه کردم، پس که خدا فله تا آخر عمرم تمام گناهای منو بخشیده. اصلا اینجوری نیست. ما تک تک گناهایی که انجام میدیم باید به حضور خدا بیاریم، گناهای مخفیمون رو. حتی داوود در مزامیر میگه خدای گناهای مخفی من رو به من نشون بده. پس گناهای حتی در ما وجوده که مخفیه و ما نمیفهمیم و خدا ممکنه اونها رو هم از ما بازخواست بکنه. پس سالی جان یادت باشه مایی که فرزندای خدا هستیم لازمه که بعد از هر گناه اگر ازمون سر زد به حضور خدا بریم و از خدا بخوایم که اون رو ببخشه. یه مورد دیگه هم که باز به ذهن من خطور کرد این بود که یه وقتایی ناامیدی و شرمساری هست که مانع میشه که من به سمت خداوند برم و توبه کنم. شاید پیش خودم فکر میکنم که من تا حالا 10 بار توبه کردم اما باز هم به سمتش رفتم، یا اینکه باز فکر میکنم که الان امروز توبه کنم باز از کجا معلوم، شاید فردا دوباره من لغزش بخورم. خب چه کاریه، خدا رو دارم بازی میدم یا خودم رو؟ و همین باعث میشه که من دیگه سمت توبه نرم. یه شعر قشنگ خودت گفتی، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. این شعر خیلی قشنگیه، مخصوصا برای ما مسیحی‌ها خیلی صدق میکنه. من 6 مورد چگونگی بخشش گناه‌ها رو در پایان امروز خدمتتون میگم. اگر اونا رو بگم به طور کامل میبینی که ما ببین چیزی که هست اینه که ما خیلی وقتا ممکنه که بدونیم که میخوایم گناه بکنیم و این گناه با برنامه ریزی انجام میدیم، خب بعدش میگیم در توبه بازه. مثال پتروس یادت بره که گفتش که اگر کسی گناهی انجام میده و اون رو تکرار بکنه مثل کسی که قیه خودش رو میخوره. پس این چون از ما خارج شد، اگر با این دید گناه بکنیم به نظر من خدا اتفاقا عصبانی میشه. یعنی اون توبه پذیرفته شده. چرا؟ گناه ببین مسئله اینه که وقتی که ما به حضور خدا میایم و توبه میکنیم، اصلا یکی از شرایط توبه اینه که تصمیم بگیریم دیگه این گناهو نکنیم. پس اگر ما بدونیم که تصمیم نداریم این کارو انجام ندیم، اصلا اصل توبهمون مشکل داره. نه حالا یه زمان هست که یه نفر میگه حالا من این بار انجام میدم ولی دیگه توبه میکنم دیگه هیچ وقت انجام ندم. نه اون چی؟ من فکر میکنم که تا حد امکان، چون این دفعه بعد دیگه نخواهد اومد. چون دفعه بعد شرعی زیاد میذاریم. آره متاسفانه این کارو میکنیم. ببین دل خدا خیلی بزرگتر از گناهای ما هست و مسلما کرم و بخشش و رحمت خدا در نام عیسی مسیح بزرگتر از اونیه که ما حتی بتونیم فکرشو بکنیم. ولی از اون طرف خدا آتش سوزنده است، نباید با قدوسیت خدا شوخی کرد. شما در کتاب عهد عتیق بخونید دیگه، قوم برگزیدش، قوم اسرائیل، حتی این قوم رو به بدترین نحوی بارها تنبیه کرد. پس ببین با قدوسیت و آتش سوزنده خدا نباید بازی کرد. ما اگر میدونیم که تصمیم داریم گناهی رو انجام ندیم، اون موقع است که توبه میکنیم و این دوتا مثل لازم و ملزم همن. اگر فکر میکنیم نمیتونیم گناهی رو انجام ندیم، اصلا نباید توبه بکنیم، که این خب اصلا اشتباه است. ولی اگر میخوایم توبه بکنیم، اولین تصمیم که دیگه اون کار رو انجام ندیم. پس این که من بگم خب من ممکن باز انجام بدم، در اصل انگاری که اصل مسئله رو دارم اشتباه حلو خودم حلاجی میکنم. خب اشاره کردی که یکی از عوامل این هست که برای توبه کردن که ما از قبل بدونیم که دیگه اون رو نمیخوایم انجام بدیم. اما میخوام در یک جمله ساده این سوال ازت بپرسم که چه آداب و رسومی داره توبه کردن؟ خب این اتفاقا چیز خیلی جالبیه. ما در مسیحیت خدا رو شکر به واسطه عیسی مسیح از شریعت آزاد شدیم.
ما وقتی که از بک‌گراند شریعتی میایم میدونیم که شرایط توبه یک سری آداب و رسومی داره، ولی در مسیحیت آداب و رسوم خلاصه شده در یک چیز: شما تصمیم بگیر در نام عیسی مسیح توبه بکن، خدا هم به همون سرعتی که تو تصمیم میگیری، خدا هم تصمیم میگیره گناه تو رو ببخشه. یعنی امکان نداره که شما به عیسی مسیح ایمان بیاری و در خون عیسی مسیح طلب بخشش بکنی و خدا اون رو نبخشه. پس مسیحیت خیلی مسئله رو اومده راحت و واقعی باهاش برخورد کرده. ما آداب و رسومی نداریم. آداب و رسوم یک تصمیم دو طرف است. انسان تصمیم میگیره در نام عیسی مسیح گناه نکنه، خدا هم مطمئنن تصمیم میگیره که انسان رو ببخشه. به همین سادگی. زمان، مکان مشخص همه یا اینا رو من... ساعت یا شب مشخصی رو نداره اصلاً. که فرضاً بگیم که یک شب ممکنه اصلاً. گناهان من بیشتر بخشیده بشه یا یک ساعت گناهان من اصلاً. بیشتر یا فلان دعا رو بکنم اصلاً. بیشتر ممکنه. هیچ کدوم اینا دخیل نیست. یک تصمیم جدیه، هدفش مشخصه و بخشش خدا هم از اون عظیم‌تره. من امروز در پایان برنامه میخوام چگونگی بخشش خدا رو که خودم خیلی دوست دارم خدمتتون بگم، با توجه به آیات کلام خدا، و میبینین که چقدر بخشش خدا واضح، بدیهی و آشکار هستش. خب حالا نتایج و آثار یک توبه واقعی چی میتونه باشه؟ بله، اینم سوال خیلی خوبی هستش. ببین سالی جان، مهمترین، اگر از بخش عملی توبه بخوایم بگذاریم، مهمترین نتیجه واقعی توبه بخشش و پاک شدنه. اگر از شما بپرسم فرق بخشش با پاک شدن چیه، شاید بتونی جواب بدی، ولی در کلام خدا خیلی این دوتا از همدیگه اتفاقا تفکیک شده هستش. بذار یه مثال برات بزنم. یه بچه ای رو فرض کن که داره با توپ بازی میکنه تو خونهشون. خب حالا خونهشون هم جوری هستش که پدرش داره دیوارا رو رنگ میکنه، خونه خالی هست و این بچه داره با این توپ بازی میکنه. پدرش هی بهش میگه بچه مواظب باش رنگی نشی، نیفتی تو رنگ. بچه میگه باشه پدر، هی میگه ولی این کارو انجام میده. نهایتا توپ میخوره به سطل رنگ، خودش هم میفته تو رنگا، رنگی میشه و میره به حضور پدرش، میگه پدر منو ببخش. پدر میبخشدش، ولی از اون طرف میبره حموم و پاکش میکنه. این کاری است که خدا برای ما میکنه. خدا بارها به ما گفته کوروش سالی مواظب باش که کثیف نشی، مواظب باش گناه نکنی. ولی وقتی که این گناه کردیم میریم به حضور خدا، میگیم پدر ما رو ببخش. خدا نه تنها ما رو میبخشه، بلکه از گناهامون پاک میکنه. پس نتیجه توبه بخشش و پاک شدن از گناهه. یعنی ما لحظه‌ای که توبه میکنیم، از تمام گناهایی که کردیم در گذشته و در نام عیسی مسیح بخشش بوده، پاک میشیم و مبرا میشیم. وقتی که من به خاطر یه گناهی که کردم از خدا توبه میکنم، گناه‌های دیگه‌ای هم که به همین واسطه و به همین شکل بوده و در گذشته تکرار شده مسلماً پاک میشه. اگر من در این لحظه میگم خدایا من به خاطر دروغی که دیشب گفتم منو ببخش، مسلماً دروغ‌های قبلی رو اگر توبه کرده باشم پاک خواهد شد، چون قبلا من اونها رو توبه کردم. اگر اون دروغ فرزن به بی‌آبرویی یا مرگ یک نفر ختم بله. شده باشه چی؟ اینا نتیجه توبه هستش. ما بیشتر... آیا باید برای اون هم جدا توبه کرد، یا اینکه چون نتیجه دروغ من بوده با اون توبه که من برای دروغ کردم اونا هم بخشیده میشه؟ ببین سالی جان، من به نظرم مسئله اینه که شما گناه رو به طور کامل تو ذهنت بیاری و اون رو از بدنت خارج کنی. حالا خودش هستش، پیامداش هستش، نتیجهش هستش. و مسلماً ببین چیزی که مهمه اینه که ما نه تنها باید گناه رو بخوایم ببخشه، بلکه باید برای جبران اون هم، حالا اگه به بخشای عملی توبه امروز وقت بشه و بپردازیم، ما باید گناه رو جبران کنیم. فقط اینجوری نیستش که من بگم خدایا من چون من پول فلانی رو خوردم، میام پلوتو میگم منو ببخش. نه، ما باید بریم به حضور اون فرد و تا حد امکان سعی کنیم اون کاری رو کردیم جبران کنیم. خب به طب بعضی کارها هستن که جبران ناپذیرن. ما ممکنه که کسی رو بزنیم بکشیم یا باعث چنان تباهی در زندگی یک کس بشیم که دیگه زمان رو نشه به عقب برگردون و اون رو جبران کنیم. در این مواقع من فکر میکنم که خدا دل دو طرف رو میشناسه و مثل یه قاضی عادل سر جای حق نشسته. مسلماً خدا سهم خودش رو که توبه ما هست میبخشه، ولی یک جوری مسلماً میدونم که رضایت اون شخص رو هم میگیره و باعث میشه که گناهای ما بخشیده بشه. حالا اگه اون شخص رضایت نداد چی؟ چون خیلی هستن کسانی که حاضر نیستن ببخشن. درسته.
ببین تو، من الان با این شرایطی که تو روی زمین داریم زندگی میکنیم، خیلی از چیزای نامحدود خدا رو نمیدونیم. ما نمیدونیم که اصلا ملکوت خدا چجوریه. کلام خدا هیچ توصیف عملی برخلاف ادیان شریعتی از ملکوت و بهشت خدا نکرده، چون ارزشش میاد پایین. گفته چیزی که هیچ چشمی ندیده و گوشی نشنیده. مسلماً اگر گوشه ای از این ملکوت رو یا چیزی رو که انسان میخواد بهش برسه، وقتی که به انسان نشون بدن، از هر خیریت زمینی حاضر چشم پوشی بکنه. و این یادت نره که ملکوت خدا که نهایتاً جای واقعی ما و جای نهایی ماست و نهایتاً میشه گوشه ای از اون رو انسان تو رویاها ممکنه بتونه ببینه، هیچ چشم و گوش اون رو ندیده و نشنیده. پس اینجوری نیستش که بگیم هیچ انسانی حاضر نیستش که از حق خودش به طور کامل بگذره. خدا یک قاضی عادله و دل دو طرف رو میبینه و به قضاوت درست و عدالت درست مسلماً حکمیت خواهد کرد. جای خوندم که توبه گناهان سابق رو به حسنه و ثواب تبدیل میکنه. با این جمله چقدر موافقی؟ من خیلی با این جمله موافق نیستم، چون ما وقتی که از گناهی توبه میکنیم، همینقدر که اثر اون توبه از بین بره کافیه. ولی یک جای دیگه ما در کتاب امثال سلیمان 3:15 میخونیم که انسان به نوعی انگاری که اگر با عقل خودش میخواد بر عقل خودش تکیه کنه، نمیتونه کاری رو از پیش ببره و بر خدا بر تکیه کنه. و جای دیگه در انجیل متا میگه که اگر شما ملکوت خدا رو به طلبین، خدا همه چیز رو به خیریت شما عوض خواهد کرد. من یه اعتقادی که دارم اینه که خیلی وقتا اشتباهای ما باعث یک خیریت خیلی بزرگی میشه و این رو من به عینه دیدم. خیلی وقتا در زندگی ما فرزندای خدا که واقعا به خاطر خون عیسی مسیح بخشش و آمرزش رو به دست آوردیم، در زندگیمون اتفاقایی میفته که ظاهرا در حال حاضر بده، ولی خدا نهایتا رو جوری میچرخونه که به خیریت خودمون و ملکوت خدا پیش بره. اگه منظور سوال شما این بود که خیلی وقتا گناهای ما ممکن باعث خیریت بشه، با حکمت خدا ممکنه، ولی در نهایت گناه باید توبه و آمرزش رو پیامد داشته باشه، چون گناه توبه نکرده هیچ خیریتی توش نیست. پس به خیریت ممکنه تبدیل بشه، اما به ثواب نه. نه. فرضاً من اگر غیبت کسی رو کردم، حالا چون توبه کردم، خدا نمیاد به جای اون گناه ثواب برای من بنویسه. هیچ جای کلام خدا همچین چیزی رو ننوشته. اما گفتی که توبه کردن گناهه، درسته؟ توبه کردن گناهه. توبه نکردن گناه هست. اصلا اصل گناه رو از بین نمیبره. اصل گناه. اما حالا من فرضاً از یک گناه توبه کردم و حالا توبم رو شکستم. میخوام بدونم من مجزا از اون گناهی که کردم باز یه گناه دیگه هم کردم، یعنی به خاطر اون شکستن توبه باز یه گناه دیگه کردم، یعنی الان باید دو تا توبه انجام بدم؟ ببین الان مسئله اینه که ما یه خورده مسئله رو داریم مثل چرتکه انداختن داریم میکنیم. ببین مسئله خیلی ساده است، تو گناه میکنی باید توبه بکنی. اگر توبه نکنی در گناه باقی میمونی و این هی گناه ها بیشتر میشه. اینی که توبه نمی کنی گناه دیگه ای نیست، چون بنزی کافی اون گناه ها باعث از بین رفتن و تباهی جسم و روح تو میشه. ما اگر عواقب گناه رو نمیدونم، از معلمین هفته های پیش حتما شاید کسی عواقب گناه رو فهم کنم بررسی کردن. یکی از عواقب گناه اینه که نهایتا باعث مرگ روحانی میشه. یعنی چی؟ یعنی دوری از خدا، جایی که فشار دندان و زجر رو گرفتاری و تاریکی هستش. پس نهایتا ببین عدم توبه باعث آمرزیده نشدن روح انسان میشه و در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت. من یک سوال کوچک دیگه دارم. حتما. فقط این رو از شما میپرسم و بعد با هم میرم یه میان برنامه میرم و یه نفسی تازه کن از سوال پیچای من. اما توبه میتونه فقط مختص به یه زمان خاصی باشه؟ مثلا فرضاً من بگم که من برای یک سال از این توبه میام، از این گناه توبه میکنم، ولی خب مثلا حالا بعد از یک سال شاید دوباره شروع کردم. ما خدا رو شکر از تمام این قراردادها آزاد شدیم سالی. ببین وقتی که ما توبه میکنیم باید تصمیم بگیریم که اون گناه رو برای همیشه
به بیرون بندازیم و پرت بکنیم. اینجوری نیست که من میگم من یک سال با خدا قرارداد می‌کنم این گناه رو تکرار نکنم، بعد از اینکه شد 366 روز از اون روز دوباره شروع می‌کنم گناه کردن. اینجوری نیست. ما وقتی توبه می‌کنیم، همونطور که بخشش خدا ابدیه، توبه ما هم باید به قصد ابدیت باشه. ممنون کوروش جان و همچنین شما دوستان عزیز، امیدواریم که براتون مباحث بیشتری بازتر شده باشه برای آداب و رسوم توبه. حالا کوروش خیلی موافق نیست با این جمله، اما اینکه واقعا یک توبه واقعی چجوری ممکنه انجام بگیره در زندگیمون، شاید تا امروز با یک سری مسائل خودمون رو سرگرم کردیم یا شنیدیم که فقط باید یک سری کارها رو انجام داد و اگر اون کارها رو انجام ندیم ممکنه توبه ما مورد قبول واقع نشه، اما داریم میشنویم که چقدر خداوند ما بخشنده است و میتونیم چقدر ساده به حضورش بریم و توبه کنیم. دوست داریم نظرات شما عزیزان رو هم بشنویم، اما با هم میریم یک میان برنامه میبینیم و برمیگردیم در ادامه بحث. با ما باشید. یه کتابی میخوندم که توش نوشته بود زندگی چه شیرین است، زندگی چه دلپذیر است، ای جوان جوانیت را با شادی بگذران، روزهای جوانی زود می‌گذرد، نگذار جوانیت با غم بگذرد. با خودم می‌گفتم پس شیرینی و خوشی زندگی من کجاست؟ پس چرا زندگی من لذت بخش نیست؟ توی همین افکار بودم که یک صدایی به هم گفت میگی تنهایی کسی رو نداری، توی تاریکی گم گشته ای دنبال یه راهی، همه چیز دیگه کهنه شده دنبال یه راه تازه ای، روزا شب میشه شب و روز میشه هیچی تازه پیدا نمیشه، توی تلخی زندگی موندی اما هیچ خوشی نمیبینی، اما یه راه داره الو سات 7 پارس. الو همراه با شما.
درود به شما همراهان، امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت برده باشین. خدمت شما عرض کنم که موضوع برنامه امروز ما در رابطه با توبه هست. اگر امروز سوالی دارید، نظری دارید و پیشنهادی دارید، ما با کمال میل در خدمت شما هستیم. از طریق فیسبوک، ایمیل و اسمس با شما در تماس هستیم. شما میتونید به ما ایمیل بزنید و من سوالات شما و نظرات شما رو برای مهمان عزیز برنامه خواهم خوند. و در خدمت شما عرض کنم که ایمیل ما هست hamrah@107pars.com. شما بی صبرانه منتظر تلفن های شما هستیم و همینطور از طریق اسمس و ایمیل. کوروش جان خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. کوروش از بیننده پرسیده که چرا خدا بعضی وقتا ما رو تنبیه میکنه تا ما رو به توبه بیاره. بله، خب اینم واقعا چیز خوبیه. ببین خیلی وقتا همونطور که بهت گفتم ما ذاتاً چموشیم و تمایلی به فرمانبرداری از خدا نداریم. به تبع ببین شما وقتی که پلوی دکتر میری، وقتی که مریضی، خیلی وقتا اون که با آمپول یا مثلا با عمل جراحی اون دکتر مجبور شه شما رو مداوا بکنه، خیلی وقتا ما هم همینطوریم. یعنی خدا دیگه تمام راه‌های ملاتفت‌آمیز و از رو محبت رو امتحان می‌کنه و نهایتا خیلی وقتا خدا ناگزیره که با حتی کمی درد و تنبیه و گوشمالی ما رو به راه راست بیاره، چون نهایتا ما اگر توبه نکنیم خدا نهایتا ما رو در اصل از دست میده و روح ما برای خدا انقدر با ارزشه که خدا به هر طریقی سعی میکنه که راه رو به ما نشون بده و ما رو به توبه بیاره. حالا این ممکنه با تنبیه نهایتا باشه، با تنبیه انجام بشه، نمیشه با مهربانی. حتما این کارا رو کرده، حتما وهله اول مهربونی، محبت، یعنی چیزی که انسان رو به توبه در میاره به نظر من در موارد خیلی بزرگ محبت، مهربونی و بخشش خداست. من خودم لحظه ای که به خداوند، به عیسی مسیح ایمان آوردم فقط به خاطر محبت عظیمش بود و اینکه دیدم منو با همه گناهانم در یک لحظه حاضر شده ببخشه. من فکر می‌کنم 90% کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن و توبه کردن یه همچین تجربه‌ای داشتن، ولی در مواقعی هم ممکنه به خاطر اون سختی و نهایتا مشقتی که داشتن خدا اونها رو به توبه واداشته. نهایتا مهم اینه که خدا میخواد که ما رو به توبه بیاره. حالا بعد از شما توی اوایل صحبتتون فرد از گناه و آمرزش صحبت کردیم، از کجا باید بفهمیم که این آمرزش رو پیدا کردیم؟ بله. ما گناه میکنیم، توبه میکنیم، از کجا بدونیم که این آمرزش رو پیدا کردیم؟ این خیلی سوال خوبیه. ببین وقتی که اولا چند تا چیز خیلی مهم هستش. اولین چیز کلام خدا اینو به ما میگه. ببین کلام خدا نامه صحیح و عاشقانه خداست به تمام بشریت. کلام خدا به وضوح میگه که، حالا من در اینا با کلام خدا خدمتتون میگم، امکان نداره که انسان در نام عیسی مسیح بخشش و توبه رو بخواد و این کار انجام نشه. دومین چیز، روح القدس درون ما گواهی میده. من وقتی که در نام عیسی مسیح توبه و آمرزش رو به دست میارم، در من روح القدس ساکن میشه. این به همون وضوحی که الان میدونم سالی رو به روی من نشسته، من این رو با تمام وجودم حس کردم. روح القدس به من منبع آرامش بوده، منبع بخشش بوده، منبع نیکی بوده و این رو من به وضوح در زندگیم حس کردم. و خدا در معمولا چند ماه اول یا شاید یکی دو سال اول زندگی نویمان انقدر راه‌های زیادی به انسان نشون میده که این راهی که داری میری درسته و تمام کسایی که به نوعی به عیسی مسیح ایمان آوردن این رو میتونن شهادت بدن که در دوره‌ای که در دوره نوزادی به سر میبرن، به قول من شیر روحانی دارن میخورن، خدا به طرق مختلف بهشون نشون داده که شما بخشش و آمرزش گناهان رو به دست آوردین. حالا من اگه توضیحات دیگه هم بخواد ولی اضافه میکنیم، تلفن رو جواب بدیم برمیگردیم. سلام بر شما، بفرمایید. شب شما بخیر، بفرمایید. سلام، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر، خوب هستین شما؟ ممنونم، متشکرم. میتونم اسمتون رو بپرسم و از کجا تماس گرفتیم؟ خواهش میکنم، محمودم از خوزستان مزاحمتون میشم. خوزستان، اسمتون رو میفرمایی؟ محمودم، عزیزم. من متوجه نشدم. محمود هستم. بفرمایی، در خدمتتون هستیم. بله، محمود جان بفرمایی، در خدمتتون هستیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایی. خواهش میکنم، عذر میخوام صداتون یه خورده با تاخیر به من میرسه، به خاطر این مجله خواهش میکنم شرمنده. من زیاد ترس مداول ندارم، فقط آقا دنگل من
مسلمان بودم، خواهش میکنم، من مسلمان بودم، ولی خب یه مدت هست که سفت و سخت خودمونی بگم دنبال این قضیه هستم، مسیحی شدم و خیلی هم افتخار میکنم. من به تمام ادیان براشون احترام قائلم، اما خواهشم از کارشناس محترم برنامه‌تون یه سوال بپرسم. تو دین اسلام میگن بند و تفتر زیاد گذاشتن، هر موقع گناه کردی، هر موقع فرصت کردی میتونی توبه کنی، یعنی یه جورایی مثلا در توبه همیشه باز هست. خواستم ببینم شرایط توبه تو دین مقدس مسیح چجوریه و ممنون که وقتی به من داری که بتونم با تو صحبت کنم. مرسی از شما که با برنامه خودتون تماس گرفتین. شبتون بخیر. شما میتونین جوابتون از روی گیرندتون بگیرین. کوروش جان مرسی محمود جان که تماس گرفتی از سرزمین گرم و خودمونی آفتابی و مردم خونگرم خوزستان. به هر حال خیلی سلام خدمتتون میگم. دوست عزیز خیلی ممنون که اینو پرسیدی. ما در چند لحظه پیش میگم در یه رو 20 دقیقه پیش گفتیم که در مسیحیت توبه و بخشش گناهان آنی و لحظه‌ای هست. در یک لحظه که ما در نام عیسی مسیح خودمون رو میسپریم به خداوند و بخشش گناهان رو میطلبیم، خدا در یک آن گناهای ما رو میبخشه. تو چند لحظه آینده حتما این رو به تفصیل بیشتر میگم. ولی بزرگترین فرقی که حالا شما اشاره به دین قبلیتون کردین با مسیحیت اینه که معمولا در ادیان شریعتی انسان بعد از اینکه گناه انجام میده، چون بخشی از وجودش دچار خلأ میشه، معمولا دوباره به اون گناه برمیگرده. خیلی سخته که انسان در اون توبه‌ای که کرده در شریعت باقی بمونه. چرا؟ چون خلاف ذات خودش میخواد کاری انجام بده. در مسیحیت به خاطر وجود شخص عیسی مسیح و به خاطر وجود روح القدس این خلأ شما پر میشه. ما برادر میلتن رو داریم که سالها هروئین مصرف میکردن. دیگه من فهم کنم بزرگترین اعتیاد میتونه برای یک انسان هروئین باشه و ایشون در عرض چند روز هروئین رو به طور کامل گذاشتن کنار. یا خود من که به الکل اعتیاد داشتم، خدا در عرض 48 ساعت این خلأ من رو با روح القدس پر کرد. پس چگونگی توبه نیستش که مهمه، بلکه این پیامد و موندن در توبه هست که در مسیحیت منحصر به فرده. شما در مسیحیت چون به واسطه روح القدس یک کمک کننده و یک پشتیبان دارین، در توبه خودتون پابرجاتر و ثابت قدمتر و باقی مانده تر خواهید بود. آمین. مرسی کوروش جان. من ایمیل فروغ عزیزم بخونم. نوشته که بعد از ایماندار شدنم و توبه از گناهان گذشته واقعا احساس سبک شدن و آرامش دارم و هر بار بخوام سهوا مرتکب اشتباه بشم، پاکی عیسی مسیح و قربانی شدنش به خاطر من گناهکار سدی میشه بین من و معصیت که من گناه نکنم. آمین. دقیقاً این شهادت زنده یک ایماندار بود با همین جملات صمیمی و خودمونی. مرسی فروغ عزیز، خیلی قشنگ دقیقاً بود. اتفاقاً میخورد به صحبتایی که محمود که سوالایی که کرد گفتم دقیقاً. خیلی جالبه این رو بخونم. خب کوروش جان، آیا این توبه کردن و آماده بودن باعث نمیشه که ما اون شما صحبتی که کردید گفته که مرتضی گفته که آیا این توبه کردن و آماده بودن باعث نمیشه که این حس تقصیر و گناهکار بودن از صبح تا شب با ما باشه یه سره و این حس تقصیر همش رو ما باشه یا همش آماده باشیم گناه نکنیم؟ خیلی وقت ما این ضرب المثل قشنگ داریم در فرهنگ فارسی. میگن که شاه میبخشه وزیر نمیبخشه. خیلی وقتا خدا واقعا، حالا من فهم کنم که الان دیگه جاشه که ما در مورد چگونگی بخشش گناهان شاید صحبت بکنیم، خدا در کلامش گفته که واقعا گناهای شما رو حتی اگر مثل کوه اورست باشه، من هفته پیش گفتم، به درون اقیانوس ها میندازه. پس هیچ گناهی نیست که اگر ما واقعا فروتنانه و در نام عیسی مسیح از اون توبه کنیم خدا نبخشه. خیلی وقتا ما خودمونیم که خودمون رو نمیبخشیم و این خیلی به نظر من اشتباه بزرگه و این دقیقاً حربه شیطانه. خدا مسلم بدونین دوست عزیز که وقتی که در یک لحظه در نام عیسی مسیح توبه و آمرزش رو به دست آوردید، دیگه اون رو بر نمیگردونه و شما مطمئن باشین که بخشیده شدین. این متهم کننده یا همون شیطان هستش که خیلی وقتا هی به ما میخواد گوش زد کنه، نه گناهات بخشیده نشد، اینقدر بزرگ که امکان نداره خدا ببخشه. و اینه که بعضی موقعا شاید باعث، حالا ما تلفن رو جواب بدیم، من برمیگردم به این سوال. مرسی کوروش جان. سلام بر شما، بفرمایید. درود بر شما، شبتون بخیر. الو. سلام، شب شما بخیر. شب
سلام عزیز جان، خسته نباشین. قربان شما، مرسی. شما خوب هستین؟ اسمتون رو میفرمایین و از کجا تماس گرفتین؟ مسعود هستم. مسعود، عرض میکنم خدمتون که من میخواستم یه نکته رو متذکر بشم به کارشناس محترم برنامه. این هستش که ایشون لحظات پیش مثال زدن به برادر میلتن عزیز که من دوستشون دارم و اینا. من دو تا نکته رو میخواستم عزیز جان. برادر، متاسفانه صداتون قطع شد. در خدمتتون هستیم مجددا تماس بگیرید. من فکر می‌کنم که اگه سوالی داشته باشن، خب خود بعدم میلتن هست، شاید توی جلسه میتونم با ایشون هم صحبت بکنم دفعه بعد اگه بوده. بله، برگردیم سر اون قسمتی که داشتی شما صحبت می‌کردین. بله. من یه منظورم جور دیگه‌ای بود که سوالی که پرسیدم در مورد با گناهکار بودم و این حس تقصیر، این که هی یک سره من بخوام هی زیر این حس تقصیر بمونم نکنه گناه کردم. یه حساسیت آره، خیلی زیاد، یه حالت وسواس بشه برای من بیش از حد بشه که هر کاری میکنم نکنه گناه بود، نکنه الو سلام آقای فلانی، شبان فلانی، درسته. من این کارو کردم گناهه، الو تکس بزنم من این کارو کردم فلانی، من گناه کردم. اون چی؟ ما ببین واقعا در مسیحیت از این قید و بند آزاد شدیم. ببین ما هیچ به قول معروف اینجوری نداریم که بگیم یه مرجعی داریم که هی بهش حالا به قول شما سوال کنیم، تکست بزنیم، هی بخوایم مثلا جویا بشیم که بخشیده شویم یا نه. ما روح القدس رو در درون خودمون داریم که با ندای رسا به ما میگه که شما فرزند خونده خدا هستید. شما هم ارث عیسی مسیح هستید. اینا همه بر اساس رسالات پولسه. ما هم ارث مسیح هستیم در ملکوت خدا. پس دیگه برای ما گناهی اگر توبه رو انجام بدیم نخواهیم باشه، بلکه این اثرات گناهی که خیلی وقت همونطور که شما گفتی در ما از بین نمیره. ما ممکنه که یه زخمی در بدن ما باشه، این زخم از بین بره، ولی انقدر بیایم اون رو بعداً بخارونیم که این دیگه جاش انگار دیگه مثلا چیز بشه، خود زخم از بین میره، ولی اون خارش ماست که خیلی وقتا حساسیت رو به وجود میاره. پس واقعا اگر توبه رو کردیم مطمئن باشیم که آمرزش هم پیامد اون هستش و دیگه جایی بحثی نداره. مرسی کوروش جان، تلفن رو جواب بدیم برمیگردیم به شما. درود بر شما، شبتون بخیر. سلام بر شما. الو، درود بر شما. سلام بر شما، شبتون بخیر، بفرمایید، در خدمتتون هستم. خیلی تشکر میکنم از شما و کارشناس محترم برنامه. یک سوالی داشتم در رابطه با توبه. میخواستم ببینم که انسان اگر که به اون کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد و اصلا ایمان به مسیح نداشته باشه و این فرد بمیره، آیا این فرد از نجات محروم میشه یا مثلا به عبارت دیگه دوچار به هلاکت دوچار میشه، یا یعنی اینکه نه باز هم این راه نجات هست، یعنی کسایی که بدون توبه میمیرن آیا باز هم راه نجات براش متصور هست، یا یعنی اینکه نه اینها مستقیما هلاک میشن؟ ممنونم، مرسی از سوال عالی و خوبی که پرسیدین. حتما از شما میتونید از روی گیرندتون جواب سوال خودتون رو بگین. خودشان سوال خیلی سوال خیلی اساسیه. ببین کلام خدا به ما میگه که اگر ما در نام عیسی مسیح توبه بکنیم 100% آمرزش گناهان و ارتباط دائمی با خدا رو به دست میاریم و روح ما وارد یک رابطه با خدا میشه که این تا ابدیت ادامه خواهد داشت. ولی از اون طرف دو حالت داره. اگر ما پیام خدا رو بشنویم و اون رو رد بکنیم، کلام خدا میگه که در داوری و قضاوت میایم و یادتون باشه که ملاک خدا قدوسیت کامله. کلام خدا میگه من قدوس هستم، پس شما هم قدوس باشید. قدوس باشید چرا که من هم قدوس هستم. اینو بارها در کلام خدا مقدس میگه. باشید چرا من مقدس هستم یا قدوس باشید. و چیزی که هستش اینه که آیا هیچ انسانی هست که بگه با نیروی خودش میتونه مقدس باشه؟ پس ملاک خدا خیلی بالاست. اینجوری نیست که خدا بگه هر کسی در نام عیسی مسیح توبه نکرده میندازم جهنم. نه، خدا در یک داوری خیلی سختی انسان رو میاره که باید ملاک اون نمره 20 مثل خود خدا باشه، یعنی قدوسیت کامل. ولی ممکنه کسایی باشن که پیام انجیل رو شنیده باشن و با عناد ورزی و خودخواهی خودشون یا به هر عاملی اون رو رد کرده باشن. متاسفانه اگر ما خودخواسته پیام مسیح رو که بخشش گناهان هست،
رد بکنیم برای ما آمرزشی نخواهد بود. کلام خدا میگه که برای انسانی که خودخواسته پیام انجیل رو رد بکنه آمرزشی نخواهد بود. و یادتون باشه دوست عزیز، اگر مسیح و کلام اون و خون اون نباشه، ما انگار خلاف قرائز خودمون میخوایم کاری رو انجام بدیم و اون خیلی سخت هستش. یادتون باشه خدا از ما 20 میخواد، نه 19 و 99. و این شرایط خدا خیلی سخت است. من آدرس آیرم اگه اجازه بدید بخونم، اول پتروس آیه 16. بله چشم، من این آیه رو بخونم تلفن رو جواب میدیم. اول پتروس باب 1 آیه 16 میگه زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. و این باز استناد میکنه به کتاب تثنیه، تثنیه و کتاب خروج در عهد عتیق. مرسی کوروش جان، سلام بر شما، بفرمایید. شب شما بخیر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. درود بر شما، شب درود بر شما، شب شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کوروش عزیز الکلی. ماشاءالله در خدمتتون هستیم. گویا صداتون قطع شد. خب کوروش جان، بریم سراغ سوال بعدی که بیننده ها پرسیدن. من یه اعلام دوباره بکنم خدمت بینندگانمون، بعد برمیگردیم به شما کوروش جان. شما میتونید از طریق ایمیل ما hamrah@107pars.com با ما در تماس باشین، از طریق SMS، ایمیل و فیسبوک و همینطور تلفن های برنامه. با کمال میل در خدمت شما هستیم تا سوالات و نظرات شما رو جواب بدیم. کوروش جان، من میخوام برگردم سوال، یه قسمت سوال خیلی مهمی که کسایی هستن که حتی ایمان هم ندارن به عیسی مسیح، و این خیلی مهمه که چه اتفاقی برای اینها میفته. البته تو یه قسمتی شما تو سوال قبلی بینندمون اشاره کردین، میگه که مشکل ما انسان ها این است که متوجه وضعیت ببخشید، کلام خدا در افسوسیان 2:1 میگوید کسانی که در گناه زندگی میکنند اونها رو مرده میخونه، میگه اونها مردن. پس انسانی که گناه کرده و مرده چطور میتونه به خودش کمک بکنه؟ دقیقاً همینطوره. شما اینو ببین... توضیح بدید من برم سراغ قسمت. بله ببین، انسانی که سوال. در گناه زندگی بکنه در اصل روحاً مرده هستش. ببین خدا وقتی که انسان رو آفرید اون رو پاک و از ذات خودش آفرید. متاسفانه نافرمانی ما باعث شد که روحاً به خدا گناه بکنیم. یاد باشه که کاری که ما در باغ عدن یعنی انسان کرد، این کار یک مثلا اشتباه یا خطایی نبود، بلکه عناد ورزیدن و طغیان علیه خالق خودش بود و این در اصل خیانت محسوب میشه. پس انسانی که وارد گناه میشه، چیزی که انجام میشه اینه که روحاً در اون لحظه به خاطر عدم فرمانبرداری از خدا میمیره. خدا میگه که مزد گناه مرگ است. پس این مزد دوچار ما شده و میبینی که الان تمام طبیعت انسان و تمام موجودات اون به خاطر بودن در گناه دچار مرگ جسمانی میشن. ولی ما که به عیسی مسیح ایمان میاریم، در اصل روح ما و جان ما به خاطر اینکه ما بخشش گناه رو به دست میاریم از دچار چیز ابدیت میشه، یعنی وارد حیطه ابدیت با خدا میشه. حتی اگر جسممون هم بمیره اینطور که کلام خدا میگه به خاطر گناهان، ولی این روح ما هستش که به خاطر توبه و آمرزش دارای یک جسم جدید در ملکوت خدا و در ابدیت خواهد. حالا اگه اونایی که به ایمان نمیارن به مسیح، البته تو شما اشاره کردید، بله، اونایی که ایمان نمیارن خب با یک امیدی به نزد خدا توبه میکنن و میخوان که گناهانشون بخشیده بشه. بله، ملاک خدا قدوسیت کامله. پس قدوس باشید چرا که من مقدس باشید، پس من چرا که من مقدس هستم. این یادت نره. ببین اگر انسانی به تو کامل بگه که من مقدس هستم، که همچین چیزی اصلا محاله. آیا انسانی هست که به تو بگه من تا به حال خشمگین نشدم؟ آیا میتونه بگه من تا به حال به چیزی حسادت نکردم؟ آیا میتونه بگه در دل خودم به چیزی گناه نکردم؟ ملاک خدایاتون باشه خیلی بالاست. خدا مقدسه و از ما میخواد که به همون شکل مقدس باشیم. امتحان خدا یا آزمایش خدا مثل آزمایشی هستش که از انسان خواسته میشه که مثلا تست کنکور رو همه رو 100% بزنه. همچین چیزی تقریبا محال هستش. چرا؟ چون ملاک خدا برای سنجش انسان خودش هست و
و قدوسیت خودش. انسان گناهکار دوست عزیز نمیتونه وارد بهشت بشه. انسان نمیتونه بگه یه ترازو هست، حالا اگه کارهای خوب بیشتر باشه کارهای بد و خدا ندیده میگیره. نه، خدا انسان گناهکار رو نمیتونه وارد بهشت بکنه. مرسی کوروش جان. بینندگان عزیز، امیدوارم که تا آخرین لحظه پای برنامه امروز ما بنشینید. ما به شما از کوروش جان خواهش خواهیم کرد که شما اگه دوست دارید که قلبتون رو بسپرید و توبه کنید از گناهانتون، ایشون برای شما دعا بکنن و شما بتونید قلبتون رو بسپرید. اگه موافق باشین تلفن رو جواب بدیم برمیگردیم. سلام بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. ببخشید کمی پشت خط معطل شدیم. خواهش میکنم. سلام میکنم خدمت. سلام بر شما، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بله، من خودم کارشناس. گویا صداتون قطع شد، ببخشید. کوروش جان بریم سراغ سوال بعدی. ببخشید ما امروز، من و سالی جان همش از شما داریم هیچ سوال میکنیم. خوبه سرم. خستتون کردیم. نه اصلا من اصلا با علاقه به سوال و جواب میدم. بپرسم پس سوال رو با آمادگی کامل. میگه که مشکل ما انسان ها اینه که متوجه وضعیت خودمون نیستیم. خیلی وقتا آنطور که هستیم خودمون رو نمیبینیم. درست. و اونطوری که دوست داریم خودمون رو نگاه میکنیم. چطور میشه که این چشمان ما باز بشه تا خود واقعیمون رو ببینیم؟ که اون گناه ها و اون چیزهایی که در ما هست و باید براش توبه کنیم رو ببینیم. دوست عزیز، یاد باشه که ما با انسانیت کهنه خودمون نمیتونیم گناهامونو ببینیم. اتفاقا به نکته واقعا ظریف و درستی اشاره کردی. ما اگر در گناه های خودمون باشیم متاسفانه نمیتونیم گناه های خودمون رو ببینیم. آیا کسی رو میشناسین که مثلا تو یک شرایطی باشه و کاملا به تو درک کنی که این شرایط به چه صورت هست؟ معمولا ما وقتی که به جای مشرف باشیم میتونیم اون شرایط رو ببینیم. شما درست گفتی، اگر ما در گناهان زندگی بکنیم نمیتونیم وضعیت اسفبار خودمون رو درک بکنیم. ما احتیاج به روح القدس داریم که این شرایط رو برای ما باز بکنه. مثال آب، من یه مثال لیوان آب رو براتون زدم. شما اگه یه لیوان آب رو نگاه بکنین در ظاهر خیلی تمیز و شفاف هم باشه، ولی اون رو وقتی زیر میکروسکوپ نگاه کنیم میبینیم که پر از آمیب و سلول هایی هستش. پس دوست عزیز ببین، وقتی که ما در میکروسکوپ وجود خدا خودمون رو ببینیم، در اون صورتی که میفهمیم درونمون چقدر ناپاک و آلوده است، و این فقط به واسطه بودن روح القدس در ما انجام میشه. اومدن روح القدس در ما فقط به واسطه توبه و بخشش و آمرزیده شدن در نام عیسی مسیح هست. خدا برای ما یک بره‌ای رو فراهم کرده به اسم عیسی مسیح که قربانی تمام گناه‌های ماست. اگر ما در نام عیسی مسیح به حضور خدا بریم، در اون صورتی که گناه‌های ما بخشیده میشه. شما در خیلی از ادیان مخصوصا در یهودیت میدیدین که وقتی که انسان گناهی میکرد باید یک بره رو ذبح میکرد تا قربانی گناهاش بشه، یعنی کفاره گناهاش بشه. و این به خاطر این بود که انسان بفهمه گناهکاره، باید به جای اون بره کشته میشد، ولی فیض خدا به حدی بود که اون بره رو به خاطر ما کشت. و دقیقا خدا عیسی مسیح رو فرستاد برای همین. عیسی مسیح بر روی زمین اومد از ذات خود خدا، از وجود خود خدا، و به خاطر گناه ما روی صلیب رفت تا برای ما توبه و آمرزش رو به دست بیاره. پس دوست عزیز، همونطور که اشاره کردی، فقط به واسطه روح القدسی که در ما به واسطه ایمان به عیسی مسیح ساکن میشه ما میتونیم بفهمیم گناهکاریم و گناه کردیم. ممنون کوروش جان. تا شما گلوی تازه کنیم، من سالی رو میبینم که کلی نکته برداری کرده و آماده است. شما هم حسابی خسته شدی، یه گلوی تازه بکنین و من هم سوال بینندگانی که اومده رو جمع جور بکنم از شما بپرسم. با هم بریم یک میان برنامه ببینیم و خیلی زود برمیگردیم. می ستایمت مسیحا با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. تمام روح و جانم می ستایمت
خداوند با نگاهم با زبان مشکوه و پر جلالی صد درود بر نام زیبات ملکوت آسمونی با شکوه سیر پا عرض ادب و احترام مجدد خدمت شما بینندگان محترم. من خدمت شما عرض کنم که کمتر از نیم ساعت دیگه مونده به پایان برنامه. همچنان تلفن‌های ما بازه، شما میتونید از طریق تلفن، ایمیل، اس‌ام‌اس و عرض کنم فیسبوک سوالات خودتون رو مطرح بکنید. کوروش جان، دیدم که یه قلوب آبم خوردین و گلوی تازه کردین شما. بریم سراغ سوالا. سالی پرسیده که عرضم به خدمت شما این که آیا اعتراف من به گناهان همون توبه من به حساب میاد یا باید تک تک از گناهانم اعلام توبه بکنم؟ بله، خب ببین سالی جان، شما یک بار وقتی که تولد تازه رو به دست میاری، لحظه تولد تازه از تمام گناهان گذشته توبه میکنی. شاید بعضیاش یادت باشه، بعضیاش یادت نباشه، ولی گناهان شما در لحظه تولد تازه به طور کامل بخشیده میشه. ولی وقتی که زندگی مقدس با خدا رو شروع میکنی و به عنوان فرزند خدا محسوب میشی و دارای تولد تازه هستی، لازمی که از گناهایی که سهواً ازت سر میزنه و غیر ارادی هست، یا ممکنه گناهی باشه که به صورت مخفی باشه، همونطور که گفتم چه خوبه که آدم شب به شب از این گناها اعتراف بکنه و در اون لحظه است که توبه و بخشش به دست میاد. تا شما اعتراف نکنی گناهان بخشیده نمیشه. گاهی لازمه که این رو به صورت قلبی معمولا به حضور خدا بیاری، ولی گناهایی هستش که من مثلا وقتی که به دانیال بدی میکنم، نه تنها از خدا میخوام که من رو ببخشه، باید برم با صدای بلند از دانیال هم بخوام که گناهای من رو ببخشه. اتفاقا شما جوابی دادن که تو قسمت بعدی سوالش هم همین بودش، که دیگه قسمت دومش این بود که آیا اعتراف و توبه یکیه و آیا با صدای بلند باید به یکی برم اعتراف کنم یا باید فقط به حضور خدا برم. پس بعضی گناهانو میشه که به طور خاص به خدا میگی، در حضور خدا اعتراف میکنی، ولی بعضی ها رو که باید که
طلب بخشش بکنی خوبه که بری از خود طرف طلب بخشش بکنی. مرسی کوروش جان، ممنون از شما. من یه سوال دیگه هم دارم از جمال عزیز که اسمس داده، گفته اگه یه انسان با ایمان در طول عمر خود گناهان مختلفی رو انجام داده باشه، پس در روز حساب رسی از او چگونه حساب گرفته می شود؟ خب دوست عزیز، مسئله همینه، وقتی که شما در نام عیسی مسیح توبه میکنین و بخشش رو به دست میارین، دقیقا مثالی که زده میشه، شما مثل کسی هستین که به عنوان متهم میبرنتون به یک دادگاه. در اونجا خدای پدر به عنوان قاضی هستش، عیسی مسیح وکیل شماست و متهم کننده یا دادستان شیطان هستش. شیطان میاد میگه کوروش مثلا این گناه کرده، این گناه کرده، چند میلیون گناه رو میاره و خدا و قاضی که خدای پدر هستش میگه آیا اعتراف داری که این گناه ها رو انجام دادی؟ در اون لحظه عیسی مسیح به عنوان مدافع من و شخصی که من بهش ایمان داشتم بلند میشه و به من و به حضور خدای پدر کارنامه ای رو نشون میده که پاک است. چرا؟ چون به واسطه خون عیسی مسیح که من به اون ایمان داشتم، این گناهان اگر توبه رو انجام داده باشم پاک میشه. یادت باشه که در مسیحیت ما اینجوری نیستش که وقتی که توبه میکنیم مقدس میشیم، نه، ما روزانه سعی میکنیم که پاکتر و پاکتر بشیم تا روزی که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. پس یاد باشه که این تازه شروع راه هستش و روز به روز توبه و آمرزش باید انجام بشه. پس ما وقتی که به حضور خدای پدر میریم، بیگناه محسوب میشیم به واسطه ایمانی که به عیسی مسیح داشتیم. اینا همه در کلام خدا و در کتاب انجیل مکتوب هستش. ممنون کوروش جان. خب بینندگان عزیز اگه موافق باشیم بریم سراغ سالی جان. من اینجا نگاه میکنم که کلی نکته برداری بله. سوال پرسیدی سالی جان. ممنون از تو دانیا جان و همچنین کوروش عزیز. اما فکر میکنم بهتر برگردیم به ادامه بحثمون و به جایی برسونیمش برای بینندگان عزیز و اینکه خداوند چگونه ما رو میبخشه و بعد از اون باز هم من سوالی دارم در ادامه این صحبت شما. خب این من تمام این بخش ها رو بر اساس کلام خدا میگم که خدا چگونه گناه های ما رو میبخشه. اول اینکه خدا با خوشحالی و میل و رغبت گناه های ما رو میبخشه. ببینید دوست عزیز، شما اگر داستان پسر گم شده رو در انجیل لوقا باب 15 بخونید، به وضوح میبینید که خدا هر لحظه منتظره تا گناه های ما رو با خوشحالی و میل و رغبت ببخشه. ببین خیلی وقتا ما انسان ها وقتی که در حق همدیگه بدی میکنیم، وقتی که طرف میاد از ما میخواد که اون رو ببخشیم، ممکنه که ببخشیمش، ولی این بخشش با خوشحالی و میل و رغبت نیست. ولی خدا با ما فرق داره. وقتی که به حضور خدا میریم، خدا واقعا با خوشحالی و از رو عشق و علاقه است که ما رو میبخشه. دوم این که خدا دائما آماده است که ما رو ببخشه. اینجوری نیستش که بگیم لحظات خاصی، همونطور که شما اشاره کردی، برای بخشش گناه ما لحظه خاصی وجود نداره. در عبرانیان 7:25 میگه که خدا در هر آن و هر لحظه منتظره که گناه های ما رو ببخشه. و سوم که خدا فوراً گناه های ما رو میبخشه، به همین سرعتی که من الان بشکن زدم. وقتی که شما توبه میکنید در نام عیسی مسیح، خدا به همین سرعت، شاید سریعتر حتی، گناه های ما رو میبخشه. ببینید فقط یک قدم ایمان و ایمان در نام عیسی مسیح لازمه که ما بخشش گناهان رو به دست بیاریم. شما وقتی که دزد روی صلیب رو که کنار عیسی مسیح سمت راستش مصلوب شده بود، فقط به عیسی مسیح فقط اعتراف میکنی که این فرد بیگناه بوده و بهش میگه که در ملکوت خودت منو به یاد بیار. در اون لحظه عیسی مسیح چی بهش میگه؟ میگه آیا برو، نه، حالا دوره نویمانا رو بگذرون، تعمید بگیر، بعد بیا من تو رو میبخشم. نه، اصلا اینا رو نمیگه، بلکه بهش میگه که امروز تو با من در ملکوت خواهی بود. پس ما به همون سرعتی که دزد روی صلیب از مسیح خواست اون رو ببخشه بخشیده میشیم. در یک آن و برای همیشه وقتی در نام عیسی مسیح توبه رو میخواییم. و پنجمین مورد کوروش جان اگر موافق باشید ببخشید پنجمی رو نگه داریم، ما تلفن داریم، بیرندمون خیلی آره پشت خط منتظر هستن، جواب بدیم بعد برمیگم. عذر میخوام وسط کلامتون. سلام بر شما، بفرمایید. درود بر شما، شبتون بخیر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. درود بر شما برادر، قربان شما، مرسی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
حتما، من خیلی دوست داشتم که امشب با شما صحبت کنم. من یک کارشناس دینی هستم، خودم به صورت در واقع از منظر فلسفی روی دین کار میکنم، یعنی یه تعبیری فلسفه دین هست کار من و خیلی از منظر در واقع تلاش میکنم متفکرانه به ادیان مختلف نگاه کنم. بحث شما یه بحث خیلی مهمیه توی فنومنولوژی دین، یعنی اساسا توی فنومنولوژی دین یکی از مباحث بنیادی بحث توبه است. خب من امشب دیدم که یک سری مباحث و کشیش کوروش عزیز صحبت کردن در موردش، خیلی دوست داشتم اولا من سوالم رو سعی می‌کنم کوتاه مطرح کنم و دوست داشتم باشم روی خط، چون جواب‌هایی که خیلی موقع داده میشه کلیشه‌ایه به این سوال بنده. می‌خواستم گفتمان هر چه کوتاه بین من و کشیش کوروش برقرار باشه، امیدوارم این اتفاق بیفته. شما اگه به طور خاص می‌خواید با ایشون سوال و جواب بکنیم، می‌تونیم شماره‌شون رو بدیم به شما، پشت خط باشین به اون صورت در تماس، چون وقت برنامه ما محدوده. نه اجازه بدید، از این جهت که دوست دارم بالاخره ادیان مختلف، گروه‌های مختلف دارن نگاه می‌کنن، قضاوت بی‌طرفانه داشته باشن. گفتم مفید. حالا بذارید من سوالام بپرسم. بفرمایید با کمال میل. ببینید کشیش کوروش بزرگوار فرمودن که چون در مسیحیت در واقع توبه وجود داره، توبه به گونه‌ای هستش که در مسیحیت توجیه خیلی خوبی داره، به خاطر اینکه ما گناه ذاتی ازمون برداشته شده، چون کسی که مسیحی ایمان میاره که عیسی مسیح روی صلیب رفت و کفاره گناهان من شد، پس دیگه اون گناه اولیه که اثر گناه آدم بود دیگه وجود نداره. اما یه دینی مثل اسلام، یه دینی مثلا مثل یهودیت، مثل کنفوسیوس، هر دین دیگه از منظر آقای کشیش کوروش، اینا توبه هاشون هی برمیگردن، پذیرفته شده نیست. چرا؟ چون اینا گناه ذاتی رو هنوز با خودشون حمل میکنن و به خاطر این نمیتونه توبهشون نتیجه بخش باشه. بله. من دو تا اشکال اینجا میخواستم بکنم. اشکال اول اینه که نه خیر جناب کشیش کوروش، در میون مسیحیان افراد بسیار زیادی هستن که توبه میکنن و توبهشون رو میشکنن با وجود اینکه به تعبیر شما گناه ذاتی رو به گردن ندارن. بله. زیادی که میخوان از الکلی بودن فرار کنن، از اعتیاد، از مسائل سکشوالیتی، این مشکلات پس همه هم میدونن، چیزی هم هست که تو روزنامه‌های دیلی میل، روزنامه‌های نیویورک تایمز، عروس اخبارشو داریم. اینا بیشتر اروپا اتفاق می وقتاشو مسیحی، یعنی یه واقعیت. نکته دوم اینه که شما معتقدید که گناه ذاتی که از روی انسان برداشته شد در مسیحیت یک امتیاز محسوب میشه برای مسیحیت. من خواهم گفت به شما اتفاقا نه تنها پوان نیست، بلکه یک نقطه منفیه، از این جهت که کسی، من به شما این اشکال میکنم، قبل از عیسی مسیح خداوند به تعبیر خود شما ادیانی بودن، پیامبرانی بودن. اونها تا زمانی که عیسی مسیح نیامده بوده و روی صلیب نرفته بوده، به اذعان خود شما هنوز گناه ذاتی از روی بشر برداشته نشده بوده. پس تکلیف اون آدم ها چی میشه؟ عدالت خدا در مورد اونها چجوری به کار میره؟ یک. و نکته بعدی، یک کودک و طفلی که متولد میشه کجای عقلانیت من اینو میتونه بپذیره که گناهی که حضرت آدم کرده این باید این تاوان رو این بچه بکشه؟ مثل یه اصلا یک قضیه کاملا پارادوکسیکاله که در قرون وسطی نتونستن به جواب بدن، مثل قضیه تثلیث، و در دوره جدید و پست مدرن و اینها تفسیرهای شخصی از دین باب شد و این مسئله باب شد که بالاخره دین یه امر شخصیه. چرا؟ چون نتونستن عقلانیتش رو در واقع ازش دفاع کنن. پس به نظر من این تعبیر شما تعبیر بسیار غلطی بود آقای کشیش بزرگوار. خودم به عنوان یک در واقع متخصص دارم با شما صحبت میکنم. بله بله، خیلی خوبه اتفاقا. بله بله، من اتفاقا خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. من اتفاقا جوابای خیلی واضحی برای شما دارم، چون میخواین از طریق بیننده، از طریق گیرنده بیننده ما باشین. ببینید، در مورد اینکه گفتین که خیلی از کسایی که مسیحی هستن تو روزنامه دیلی میل و اشاره کردیم به روزنامه، دوست عزیز، مسیحی تولد تازه یافته با مسیحی مادرزاد فرق داره. خدا رو شکر ما در مسیحیت برعکس اسلام یا ادیان شریعتی مادرزاد دینی رو نداریم. شما اگر میخواید مسیحی باشید، باید ذاتاً شخصاً بری به حضور عیسی مسیح و از اون بخواید که گناه شما رو ببخشه. تقریبا میتونم بگم 100% کسایی که اسم بردی توی روزنامه های مختلف، دوست عزیز، اینا ممکنه که مادرزاد مسیح باشن ولی تولد تازه رو ندارن. اگر شما به حضور عیسی مسیح نری و تولد تازه رو از اون به دست نیاری،
شما اسمن نمیتونی مسیحی باشی، برعکس ادیان شریعتی. پس من موقعی مسیحی هستم که شخصا برم به حضور عیسی مسیح و از اون بخوام که منو ببخشه و گناهای من رو پاک بکنه. این مهم نیستش که اسم من مایکل یا ویلیام باشه و من مسیحی محسوب بشم. دومین مسئله در مورد تسلیس یا در مورد خیلی از مسائل در مورد گناهای اولی اشاره کردی. دوست عزیز، من فهم کنم که مطالعه شما یه مقدار باید بیشتر باشه در این زمینه، چون مسئله تسلیس یه مسئله ای که کاملا حل شده و کاملا به صورت پذیرفته شده هست. ما حتی کارشناسای ایرانی داریم که در مورد تسلیس خیلی، اگر شما دلتون باز باشه و بخواین جویای حقیقت باشین، خیلی واضح میتونیم مسئله تسلیس رو برای شما باز بکنن. دکتر مهتاد فاتحی کتابی دارن به اسم تسلیس که من فکر کنم اگر شما با دلی باز و قلبی به قول معروف پذیرا بخواین اون رو بخونین، مسائل بنیادی مسیحیت همونطور که از اول خیلی واضح قابل حل بود، امروز هم به همون وضوح قابل حل هستش. و مسئله ای که اشاره کردین در مورد عدالت در زمان قبل از مسیح، بله، چطور پس اونه که، خب ببینید دوست عزیز، خدا از 3600 سال پیش، یعنی وقتی که موسی رو به عنوان کسی که قوم رو رهبری کنه شریعت رو به اون داد که اصلا اصل شریعت از دین بنی اسرائیل و قوم اسرائیل هستش، از همون موقع رسم قربانی رو گذاشت. یعنی میدونست که انسان احتیاج داره به این که فدیه‌ای برای گناهانش پذیرفته بشه، پس اون بره رو میفرستاد تا اینکه بتونه فدیه از گناهانش باشه. زمان ابراهیم فراموش نکنیم برای اون اتفاقی که برای اسحاق افتاد. یعنی از همون موقع خدا رسم قربانی رو برای بخشیده شدن گناهان قرار داد. پس رسم بخشیده شدن رو خدا از وقتی که انسان رو به قول معروف خودش رو شناخت، حالا زمان ابراهیم یا حتی قبل از اون، در ادیان ما می‌بینیم که رسم قربانی وجود داشته که این به صورت یک بره ذبح شده بوده. بعد از اینکه این اتفاقات به قول معروف مردود شد و انسان بارها سعی کرد که از طریق قربانی کردن بخشش گناهان رو به دست بیاره و انجام نشد، چون انسان ذاتاً گناهکاره، خدا عیسی مسیح رو فرستاد که رسم همون قربانی رو برای ابدیت برای تمام انسان داشته باشه. پس ما مسیحی‌ها در اصل پیرو ادیانی هستیم که از اول، یعنی از زمان ابراهیم و قبل از اون، خدا برای فدیه گناهان فرستاده بود. و چیزی که شما اشاره کردی در مورد انسان که از بچگی نمیتونه گناهکار باشه، متاسفانه من میخوام با اطمینان بهتون بگم که این رو روانشناسا میگن که انسان وقتی که به دنیا میاد گناه به صورت ذاتی درش هست. شما یک بچه رو بگیرین توی اتاق بزرگ کنین، اصلا هیچ انسان دیگه ای رو هم ندیده باشه، یه بچه 2 ساله بهش غذا ندین، یه بچه دیگر رو بذارین اونجا و جلوش غذا بذارین، این بچه حاضره بره اون بچه رو بکشه و غذای اون رو بدزده و بخوره، این بچه از کجا یاد میگیره که خودخواه باشه؟ از کجا یاد میگیری که منیت خودش مهمتر از منیت هر انسان دیگه ایه؟ یه بچه که تازه زبون باز میکنه خیلی وقتا به مادرش دروغ میگه، طوری که مادر میگه اه من نمیدونم این دروغ از کی یاد گرفته، اینو از کی یاد گرفته دوست عزیز؟ حسادت رو. پس ببینید، شما متاسفانه در مورد مسائل اجتماعی من فکر می‌کنم یه مقدار بیشتر باید مطالعه بکنین و ببینین که انسان در مورد گناه‌های ذاتی این گناهان رو به اکتسابی فقط به دست نمیاره، بلکه به ذات درش هست و این در مورد روانشناسی من فکر می‌کنم که یک اصل پذیرفته شده هستش. بله، ممنون کوروش جان، خیلی وقت نداریم، من دوست دارم سریع‌تر این مسئله رو جمع‌آوری کنیم و بعد بیشتر میتونیم در رابطه با تسلیس هم. دوست عزیز، اگه شما دوست دارید بیشتر بدونین در این رابطه، ما برنامه‌ای خواهیم داشت برای تسلیس و دوست داریم که اگر برای شما جالب هست و اینکه دوست دارید بیشتر بدونید، این برنامه رو دنبال کنید. و همچنین ما در برنامه‌های گذشته و مطمئناً در آینده هم صحبت خواهیم که زیاد صحبت شده در رابطه با توبه، در رابطه با گناهان و چگونه از طریق عیسی مسیح بخشیده شدن و تمام اینها بارها و بارها و بارها تکرار شده و برای دوستانی هست که واقعاً شاید اطلاعات کافی نداشته باشن و یا اینکه اطلاعات نادرستی داشته باشن، خب چه بهتر که از این برنامه‌ها بشه استفاده کرد. مثلا روزهای پنجشنبه برنامه ما بیشتر الهیاتی هست، خوشحال میشم که بیننده برنامه ما باشید. یه مورد دیگه فقط در مورد چگونگی بخشیده شدن میمونه که این شاید مهمتر از همش باشه، اینه که خدا نه تنها دوستان عزیز گناهان ما رو میبخشه، بلکه اون رو فراموش میکنه.
مسئله فراموش کردن گناه یکی از چیزایی هستش که من میتونم با اطمینان بگم از عهده انسانیت ما خارجه. وقتی کسی در حق ما بدی میکنه و میاد و از ما میخواد ببخشیمش، ممکنه که اون رو ببخشیم، ولی معمولا میتونم بگم با اطمینان 100% آثار اون گناه به صورت یک خاطره تو ذهن ما میمونه. پس ما خیلی وقتا ممکنه که یک شخص رو ببخشیم، ولی آثار و نتیجه‌اش، این خاطره، این که این فرد در فلان روز در فلان تاریخ، مثلا خانم‌ها حافظه خیلی خوبی دارن، ما آقایون هم کلیت اون گناه رو یا اون اشتباه یادمون میمونه. یعنی میگیم که این فرد که الان اومده فلان تاریخ هم اومده بود گفته بود، ولی کلام خدا میگه که اگر انسان بیاد به حضور خدا و از من بخواد اون رو ببخشم، نه تنها میبخشم بلکه اون گناه رو فراموش میکنم. عبرانیان 8:11، اشعیا 44:22، همینطور 23 و 24، خیلی آیات زیادی هست در مزامیر که خدا میگه که اگر گناهان شما به شکل ارغوان قرمز باشه، من اونها رو مثل برف سفید میکنم. اگر به بلندی کوها باشه، من اونها به عمق اقیانوس ها میندازم. پس خدای ما در عیسی مسیح که توبه و بخشش رو برای ما به مقام میاره، نه تنها گناهان ما رو میبخشه بلکه اونها رو فراموش میکنه. خیلی زیباست. یعنی وقتی مبحث بخشش گناه رو من مرور میکنم که خدا در کلامش گفته فوری میبخشم، روز و شب میبخشم، با خوشحالی میبخشم و اون رو فراموش میکنم، من خدا رو شکر میکنم که در مسیح زندگی میکنم و میتونم به حضور خدایی بیام که قدوسه و من رو مقدس محسوب کرده. همین ها خوب کوروش جان، و اینکه خب شما میگید که توبه کنیم خداوند میبخشه، اما من از کجا مطمئن بشم که خداوند منو بخشیده و توبه من مورد قبول واقع شده؟ درسته. خب ببین، اولین چیزی که کلام خدا میگه، ما کلام خدا میبینیم که میدونیم که معتبرترین کتاب تاریخ است. حالا سندیت کتاب مقدس ما بارها صحبت کردیم راجع بهش، هیچ کتابی به مستندی و به قول معروف اعتبار این کتاب نیستش. کلام خدا به شما میگه که تمام این چیزایی که گفتم رو تأکید میکنه. و دوم، سالی جان، اون روح القدسی که در درون تو هست، همونطور که یکی از دوستان گفت، اون آرامش و فراغ بالی که در مسیحیت هست، اون شادی که در خداوند هست. ببین، ما در مسیحیت تو سر زدن و تو سینه زدن به خاطر بخشش گناهان نداریم، با زانوامون تا نمیدونم 20 کیلومتر راه رفتن نداریم، شلاق خودمون رو نمیزنیم که گناهامون بخشیده بشه، بلکه یک شادی در ما میاد در لحظه بخشش که این ضمانت کننده آزاد شدن از بار گناهه. ببین، شما اگر یک وزنه 20 کیلویی رو نیم ساعت توی دستت نگهداری، به یه جایی میرسه که تنها آرزوتون اینه که این بار رو از شما یکی بگیره. اون لحظه‌ای که این بار رو میگیره از شما، چه حالی میشی؟ خیلی آرامش داره. پس لحظه‌ای که انسان با تمام گناهانش به حضور خدا میره و این بار از رودوشش برداشته میشه، یک آرامشی در انسان میاد که چیزا. و سومین چیز، برآورده شدن دعاهای ماست. در مسیحیت تمام دعاهای ما آمین هستش. من خودم یکی از چیزایی که در خداوند تو این 12-13 سال تجربه کردم اینه که تمام دعاهایی که در نام عیسی مسیح و به خیریت خودم و ملکوت بود، تمام اونها جواب داده شد. و این رو با اطمینان میگم که ما دعا میکنیم ولی دعاهای ما برآورده نمیشه، و در نام عیسی مسیح هم هست و برای خیریت هم هست، حالا یا برای خودم هست یا برای شخص دیگه، حتی برای بیماری ها. پس ما اون رو باید چجور تعبیر کنیم؟ درسته. آها، ببین، چند حالت داره. ممکنه که اون زمان زمان مناسب برای جواب دعای شما نباشه، ممکنه که این زمان هنوز به وقت موقعش نرسیده باشه. خیلی وقتا خدا به موقع خودش دعا رو جواب میده. خیلی وقتا بعضی چیزا ظاهرا به نفع منه ولی نهایتا به نفع من پیش نمیره. خیلی وقتا من از خدا مثلا میخوام که یه چیز خوب بهم بده، نهایتا اون چیز خوب ممکنه باعث فساد من بشه. خیلی وقتا اون که یک چیز خاصی وجود داشته باشه که این مانع انجام دادن دعا بشه. پس خیلی شرط داره. ولی در مسیحیت من تجربه‌ای که دارم، چیزهایی که انتظار داشتم، شاید 99% میتونم با اطمینان بگم، یا در گروه جوانان ما خیلی وقتا وقتی که دعا میکنیم در گروه جوانان، واقعا خدا دعاهایی رو جواب میده که از دید بشر غیر ممکنه. و اگر چیزی رو در زمانی جواب نداده، ما میبینیم که چند وقت بعد خیلی زیباتر و در موقع مناسبتر به اون دعا جواب میده. پس گفتی آثار و نشانه های قبولی توبه ما میتونه آرامش باشه، شادی باشه، جواب دعا باشه، روح القدسی که بتون، تو میتونی به خدا بگی پدر. در هیچ دینی شما به خدا نمیتونی بگی پدر، این پدر الکی نیست.
وقتی که ما به خدا میگیم بابا پدر، این از روی یک آرامش قلبی و درونی هست، چون عیسی مسیح به خدا میگفت پدر. شما بجز روح القدس هیچ نیروی نمیتونه به شما این قدرت رو بده به خدا بگی پدر، و این در مسیحیته. فکر میکنم هفته گذشته یه مقدار به این سوال من که الان از شما میپرسم اشاره کردیم، اما دوست دارم یک بار دیگه اشاره بشه که چطور میتونیم خودمون رو آماده کنیم و برای اینکه توبه ما شکسته نشه چه کار باید کرد؟ بله، خب ببین، مهمترین چیز اینه که دو تا عامل وجود داره که باعث میشه انسان در توبه‌ای که مقصد در لحظه تولد تازه داره بمونه: خوندن کلام و دعا کردن، که این دوتا بال مسیحیت هست. شما اگر کلام رو روزانه بخونی و با خدا در یک مشارکت باشی، با خدا دعا بکنی و دعای خوبی داشته باشی، و سوم مشارکت با ایماندارا، این هم خیلی مهمه، رفتن مرتب به جمع کلیسایی. خدا شکر الان در تمام شهرهای کوچیک برای ما ایرانی ها کلیساهایی هستش، در همین کشور انگلستان ما در تمام شهرها کلیساهای ایرانی داریم، و خدا رو شکر میکنم که ما جماعت‌های مختلف مسیحی ایرانی داریم. پس شما اگر مشارکت داشته باشی، دعا بکنی و کلام رو بخونی، این سه تا من با اطمینان میتونم بگم که در توبه‌ای که کردی باقی میمونه. ممنون و تشکر کوروش جان، و ممنون از شما دوستان عزیز. مبحث امروز ما در رابطه با توبه تموم شد، اما در زندگی ما و توبه شخصی ما فکر نمی کنم تا آخر عمرمون تموم بشه. درسته که به ایمان آوردن به عیسی مسیح گناهان ما رو پاک میکنه، اما این دلیل بر این نیست که ما گناهی نمی کنیم و یا اینکه قرار نیست دوباره توبه کنیم. مهم این هست که از گناهانمون توبه بشه و در گناه زندگی نکنیم. خب دانیال جان، موضوع دعایی داریم؟ بله سارا جان، مرسی. منم تشکر میکنم از شما کوروش جان. من فکر میکنم چون خیلی موردمون زیاده، خیلی دونه دونه و به ترتیب اسما رو بگیم، و خیلی هم درخواست داشتیم که حتما براشون دعا بشه. فروزان از ایران گفته که برای پویا، برای اعتیادش، و داره از همسرش جدا میشه، اگه ممکنه که براش دعا بکنیم. اول برای پویا دعا بکنیم، بعد بریم سراغ کسانی. خدای در نام عیسی مسیح، خدای تو در کلام گفتی که زمان برای خدا ابدیت هستش. در یک آن ای خداوند، میخوایم که پویا رو به حضورت بیاریم. از تو میخوایم که در وهله اول تولد تازه و حل مشکلاتش رو در خون عیسی مسیح به دست بیاره. در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین خدا. آمین. برای مرتضی و معصومه گفتن که اعتیاد داشتن و ترک کردن، میخوان که در این سلامتی باقی بمونن، دعا کنیم. و این یه دعای خاص دیگه هم داریم برای ازدواج عالیه، گفته برای ازدواجم دعا کنیم. و بعد چند تا اسم هست که به طور کلی دعا خواهیم کرد. ای خداوند، مرتضی، معصومه و عالیه رو به حضورت میاریم. ای خداوند، مسئله اعتیاد مرتضی و معصومه رو ای خداوند به حضورت میاریم. از تو در نام عیسی مسیح میخوایم که این ای خداوند بلای خانمان سوز رو از وجود این دوستان عزیزمون جدا کنی. و ای خداوند، برای عالیه عزیز در نام عیسی مسیح ازت میخوایم که یک زوجی هم ذات اون و هم نشون اون ای خداوند تعیین بکنی، که به تو زندگی آرامش بخشی رو ای خداوند در نام عیسی مسیح داشته باشه. آمین. آمین. برای بتول، موسی، ناصر و فروخ هم اگه ممکنه یه دعای کلی داشته باشیم. بله، ای خدا، و بتول، موسی و ناصر رو به حضورت میاریم. تو رو شکر میکنیم فروخ رو. خدا در نام عیسی مسیح که جواب دعاها بلی و آمین هستش، از تو میطلبیم ای خداوند که اون چیزی که تو دلشون هست و اون عاملی رو که باعث شده از ما بخوان براشون دعا بکنیم، ای خداوند به حضور تو میاریم. تو ای خداوند تمام قلوب رو میشناسی و میدونی که مشکل این سه عزیز چی است. پس در نام عیسی مسیح ازت میخوام که در وهله اول تولد تازه رو اگر ندارن، و در وهله بعد ای خداوند اون چیزی رو که از ما خواستن براش دعا بکنیم، برای این سه عزیز میطلبیم در نام عیسی مسیح. آمین ای خداوند. آمین. مرسی کوروش جان، ممنون. و ممنون از شما بینندگان محترم که تا این لحظه به برنامه خودتون توجه کردین. سالی جان، من ایمیل شما رو گرفتم. ما در این رابطه با سوالی که شما پرسیدید برنامه خواهیم داشت و سوال شما رو مطرح خواهیم کرد. برنامه فردا در رابطه با مسیحیت، شریعت و عرفان هست که در خدمت بردک ایوان عزیز خواهیم بود. و همینطور دوشنبه هفته آینده 17 تیر برنامه طلاق هست که خدمت کشیش ادوارد هفسپیان هستیم. سه‌شنبه هفته آینده 18 تیر ما به موضوع فالگیری و خرافات خواهیم پرداخت و با شمیران دانیل.
چهارشنبه هفته آینده 19 تیر ماه روز پسندیده خدا که با منصور برجی عزیز خواهیم بود. امیدوارم که شما عزیزان تا این لحظه برکت گرفته باشید و شما عزیزان هنوز هم تا هفته آینده موضوعها رو خدمت شما اعلام کردیم، میتونید که خدمت شما عرض کنم که ایمیل بزنید، اسمس، ما سوالات شما رو حتما مطرح خواهیم کرد. تا درودی دیگر، بدرود. شب همه شما عزیزان بخیر. خدا نگهدار. مرسی کوروش جان، خواهش میکنم، مرسی، برکتت بده.